یه خورشت خوشمزه و مقوی اما خیلی هم ساده که یه روز خیلی به کارم اومد و واقعا به دردم خورد. یه روز پنجشنبه نهار یه مهمون خیلی عزیزی داشتم که من فکر میکردم قرار جمعه نهار بیان خونمون. حالا پنجشنبه سر ظهر بود و دوستم پشت در. در رو باز کردم و ازش حسابی استقبال کردم. خیلی دلم براش تنگ شده بود، اما راستش یکم استرس داشتم. حالا باید چی کار میکردم؟ از شما چه پنهون؟ چیزی هم تو خونه نداشتم. راستش مرغ و گوشتمون تموم شده بود و تازه پنجشنبه عصر من میخواستم برم خرید کنم که جمعه نهارو حسابی از دوستم پذیرایی کنم. مقصر خودم بودم که بد متوجه شده بودم. یکم از دوستم پذیرایی کردم و رفتم آشپزخونه سراغ غذا درست کردم. اینو خوب یادم بود که دوستم خورش به خیلی دوست داره. کلن به تو هر غذایی باشه دوست داره. خدا رو شکر یه نصف به تو یخچال داشتم. گفتم تا پیازم سرخ بشه به و دو تا سیب زمینی خورد کنم بذارم کنار. اما در حین کار داشتم فکر میکردم چی میخوام درست کنم. دقیقا نمیدونستم چی میخوام درست کنم. گفتم خب یه خورش من در آوردی از خودم درست میکنم، حالا ببینیم چی میشه. ولی این خورش من در آوردی عجب چیزی شد، واقعا که خیلی خوش طعم شده بود. گفتم مثل اونو براتون امروز درست کنم تا شما هم شاید دوست داشته باشید امتحانش کنید. گوشت چرخ کرده رو ریختم توی کاسه، پیاز رنده شده رو بهش اضافه کردم، یکم فلفل سیاه، پودر تخم گشنیز، زردچوبه، پودر پاپریکا و نمکم ریختم روش و حسابی هم زدم. یکم که ورز دادم شروع کردم به درست کردن کوفته ریزه. به این صورت چرخ کرده ها رو به صورت کوفته ریزه درست کردم و گذاشتم کنار. پیازم که حالا یکم سرخ شده بود تو همون تابه زدم گوشه تابه و تو همون یه ذره روغن کوفته ریزه ها رو یکم تفت دادم. اول به آرومی کوفته ریزه ها رو این ور این ور کردم که خودشو بگیره و بعد همه رو با هم هم زدم. یکم که تفت خورد گوشتا رو در آوردم و پیاز رو دوباره هم زدم و بعد سیب زمینی و به خرد شده رو به پیازا اضافه کردم. حدود 2-3 دقیقه اینا رو با هم تفت دادم. خب 2-3 دقیقه براش کافی بود. عجلم که داشتم. یه کوچولو هم فلفل دلمه خرد شده بهش اضافه کردم. یه هم زدم بعد ادویه ها رو اضافه کردم. فلفل سیاه، زردچوبه، پودر تخم گشنیز. هم زدم و یه نصف قاشقم رب بهش اضافه کردم. رب که یکم تفت دادم دو تا گوجه فرنگی رنده شده هم بهش اضافه کردم. همه رو با هم هم زدم. یکم که آبش جمع شد و به روغن افتاد بردم و ریختم روی گوشتا. می
مقدار آب جوش و یکم نمکم ریختم توی قابلمه و گذاشتم که بپزه. حدود 40 تا 50 دقیقه زمان لازم بود که خورشتم آماده بشه. پس تا بپزه رفتم سراغ برنج. گذاشتم کته بشه. گفتم اینطوری زودترم آماده میشه. یک روبه آخر وقتی دیدم خورشتم تقریبا پخته، یه چند تا دونه آلو بهش اضافه کردم، یکم دارچین و آبغوره. حالا به جای آبغوره آب لیمون هم میتونیم استفاده کنیم. حالا تا یک روبه دیگه این خورش من در آوردی آماده میشد. رفتم سراغ برنجم، دیدم برنجم هم چقدر عالی شده. کته بود ولی از برنج آبکشی قشنگتر شده بود. آخر پخت که میشه باید حدود 1/3 آب خورش باقی مونده باشه. جاتون خالی، خورش فوق‌العاده خوشمزه ای شده بود. شما هم امتحان کنید، من مطمئنم که خوشتون میاد. اینجا براتون کته درست کردن رو گذاشتم، حتما برید ببینید. ترفندی براتون گفتم که کتاهاتون از برنج آبکشی خیلی بهتر و مجلسی تر در میاد. تازه خواستش هم داخلش میمونه. پس برید و ببینید و حتما امتحانش کنید.